خوشبختانه ایران در نقطه‌ای از کره زمین قرار گرفته که محل تلاقی انواع و اقسام آب و هواست. به همین دلیل یکی از منحصر به فرد ترین شرایط جغرافی آب و هوایی رو تو دنیا داره. تقریبا همه آب و هوای کل دنیا رو یکجا توی ایران داریم. همچنین تنوع گیاهی ایران غنی و بسیار منحصر به فرده. به نام خداوند خوبی و زیبایی. سلام خوبان، امیدوارم که حال قلبتون خوب باشه. حتما شنیدید که میگن ایران کشور چهار فصل هست. آیا اینطوره؟ توی این مرز جغرافیایی این چهار فصل بودن یک مورد منحصر به فرد هست. ما تقریبا غنی از هر چیزی هستیم. سنگ، طلا، مس، نفت و خیلی از مواد معدنی دیگه. همچنین تنوع و کیفیت گیاهانداری بسیار خوب و عالی داریم. ما میخوایم در مورد اقلیم صحبت بکنیم. قبلش اقلیم رو تعریف میکنیم. اقلیم یا آب و هوا به شرایط آب و هوایی یک منطقه جغرافیایی نظیر دما، رطوبت، فشار اتمسفر، باد، بارش و سایر مشخصه های هواشناسی میگن که توی طولانی مدت نسبت داده میشه. پس چی شد؟ تفاوتش با هواشناسی چیه؟ هواشناسی در حال حاضر رو میگه به چگونه است، ولی توی اقلیم میاد طولانی مدت هواشناسی رو بررسی میکنه. مثلا توی یک سده، دو سده، سه سده. مثلا ما برای اینکه بخوایم مقدار بارندگی رو توی مناطق و اقلیم‌های مشخص بررسی بکنیم، میایم حداقل دوره‌های 30 ساله رو نگاه می‌کنیم که چه بسا بهتر این دوره بالاتر باشه، 50 ساله، 100 ساله. پس اقلیم فهمیدیم چیه؟ هواشناسی خودمونه که توی طولانی مدت بررسی میشه. ما کلاً توی کره زمین 13 نوع اقلیم داریم. ایران ما 11 نوع از 13 نوع اقلیم رو داره. به خاطر همین این همه تنوع آب و هوایی توی کشور داریم. پس چی شد؟ فقط دو تا اقلیم نداریم. اون دو تا اقلیم هم چیه؟ یکی قطب شماله، یکی استواه. مثلا زمستان امسال شاهد اختلاف بیش از 50 درجه‌ای توی دو نقطه از ایران بودیم. توی چهاربهار درجه هوا 24 درجه سانتیگراد بود و تو منطقه در اردبیل حدود منفی 33 درجه سانتیگراد. چنین تغییر آب و هوایی توی 24 ساعت تقریبا توی هیچ کجای دنیا نمیتونید پیدا بکنید. اگر سر تا سر قاره اروپا رو برید بگردید، اختلاف درجه حرارتی که اونجا وجود داره تقریبا بین 7 تا 10 درجه سانتیگراد هست. ما توی اقلیم چیا رو نداشتیم؟ دوتا بودن. یکی استوا رو نداشتیم، یکی قطب شمال. یه چیزی، میدونید گرمترین نقطه دنیا کجاست؟ تا چند وقت قبل فکر میکردن دمای هوا توی دره مرگ توی کالیفرنیا گرمترین نقطه کره زمین است که دمای هوایی که اونجا ثبت شده بود 56.7 درجه سانتیگراد بود و مطالعاتی که در سال 2011 انجام شد توی این مورد متوجه شدن که دشت لوت ما تا 70.7 درجه سانتیگراد گرما تولید میکنه و تونستن این درجه حرارت رو ثبت بکنن. البته الان میگن 10 درجه بیشتر از قبل هست که دانشمندان تعجب کردن نسبت به این گرمایی که تولید میشه توی اون منطقه. توی دشت لوت توی نزدیک کرمان این درجه ثبت شده. به خاطر همین اقلیما تنوع گیاهانداروی ایران بسیار بالا و متنوع هست. ما برای بازدید گیاهانداروی اکوتیپ مناطق مختلف که برای اینکه متوجه شیم گیاهای دارویی بر توی چه مناطقی به وجود میان و رشد میکنن میرفتیم، بعضی مواقع با چیزهای شگفت انگیزی مواجه میشدیم. مثلا یکی از چیزهایی که داشتیم توی تقریبا منطقه کویری، ما رفتیم رسیدیم کنار یک کوه پایه تقریبا. بعد از اینکه نیم ساعت بالا رفتیم، از اون ور کوه که سر در آوردیم بهشت بود برای خودش. این کوه هم خیلی بزرگ نبود و منطقه اون ور کوه خنک با رطوبت کافی و تنوع گیاهی بسیار بسیار غنی بود و اصلا باور کردنی نبود تا اینکه خودم رفتم دیدم و باور کردم این موضوع رو. ما توی میوه و بقیه محصولات کشاورزی هم بسیار غنی هستیم. مثالی که میتونم براتون بزنم، توی اوایل فصل شما در نظر بگیرین توی بهار، ما هندونه داریم تقریبا تا اواخر فصل. چطور ممکنه؟ خب ببینید این تنوع آب و هوایی دیگه. اون اوایل بهار هندوانه های جنوب کشور میرسه، یواش یواش که توی تابستون میایم هندونه هایی که تو منطقه مرکزی و منطقه های شمالی کشور اصلا شروع میکنه به رسیدن و از اون برداشت میشه. ما تقریبا توی این 6 ماه میتونیم بگیم هندونه داریم.
پس این تنوع آب و هوایی و این وسعت باعث شده که گیاهان دارویی بسیار غنی باشن توی کشور ما و ما برای کشت اونا بالاخره یک جای خوب میتونیم پیدا بکنیم. من در مورد گیاهانی صحبت میکنم که بومی کشور ما نیستن و از جای دیگه قراره بیایم رشد بدیم توی این کشور و استفاده بکنیم و اصلا تحقیقات الان بدین سمت داره پیش میره. مثلا توی 15 سال پیش یه طرحی اومده بود در مورد آبیشن بود، روی دو گونه آبیشن تیموس داینسیس و تیموس بولگاریس داشتن کار میکردن، آبیشن دنایی و آبیشن باقی، و اومدن اکوتیپ این گیاه رو درآوردن که توی چه مناطقی بهترین رشد رو داره و توی کل کشور بر اساس اکوتیپ های مختلف به مجتمع های تحقیقاتی دادن که این گونه رو شروع کنه به کشت کردن و از این گونه درصد اسانس، توناژ و ترکیبات اسانس رو درآوردن و قیاس کردن که کدوم گونه بهتر است و این مدل مدل خوبی است که بخوایم بگیم هر گیاهی توی کشور کدوم منطقه بهترین و استیبل ترین رشد رو خواهد داشت برای ما. به خاطر همین گیاهی بومی منطقه خاص دیگه این آفریقا و یا آسیای شرقی باشه ما توی کشور وارد میکنیم و توی نقاط مختلف کشور رو میکاریم تا ببینیم کدوم منطقه براشون استیبل ترین و بهترین حالت رو داره. نمونه هایی که میتونم مثال بزنم از این براتون این خربوزه، کیوی، چای، سبز هستش که الان توی کشورمون به مقدار بسیار زیادی کشت میشه. خلاصه مبحثمون چی میشه؟ ایران ما دارای هم نظیرترین اقلیم در دنیا هسته. ما توی ایرانمون تقریبا همه چیز داریم، اونم از نوع خوبش، مثل داشتن میوه های خوب، سنگ های عالی، نفت و گاز فراوون، گیاهانداری متنوع و بسیار با کیفیت، و باید به خاطر این موضوع شکرگزار خدا باشی. روزگارتون شاد، قلبتون عاشق.